سلام و درود خدمت تک تک شما بینندگان تلویزیون ادبلو با برنامه دیدار با مردم خوش آمدید. بیننده های عزیز در هر کجای کس چه داخل و چه خارج از افغانستان، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. تشکر میکنم از اینکه برنامه های ما را بیننده هستید و چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کردید. و کسایی که ما را میبینه چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نکرده، سابسکرایب کنید، برنامه های جدید ما را ببینید. بیننده های عزیز، امروز ما یک موضوع خیلی جدید و خیلی برنامه عالی را برای ما داریم که تحت عنوان نفس تازه کنیم. این برنامه را میبینیم، برنامه ما را تا آخر بیننده باشه. بیننده های گرامی، در کنار خود استاد راهولا دانشیار، استاد دانشگاه بامیان دپارتمنت ادبی را داریم که از ایشان در مورد این برنامه که امروز در اینجا برگزار شد سوال میکنیم که آیا این برنامه ها چقدر تاثیر روی شعر و شاعری و همچنان ادبیات دارند. استاد خیلی تشکر از اینکه وقت خود اختیار از ما گذاشتین. میشه بگویید که این برنامه چقدر تاثیر روی ادبیات و شعر شاعری دارد؟ خواهش میکنم. تن آدمی شریف است و جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. یعنی اون چیزی که آدم را شریف می سازه، آدم را به انسانیت نزدیک می کنه، او همه برنامه های هنری، ادبیات، شعر، موسیقی، سینما اینایه به نظر من، و تأثیری خیلی برجسته و بسزایی در قسمت رشد مسائل فرهنگی، اجتماعی و روانی جامعه داره. مثلا برنامه های مثل برنامه امروز که توسط خانه ادبیات بامیان برگزار شده، سبب میشه که تعداد از جوانایی که میخواه استعدادشان را بروز بده، اینا وارد صحنه شوه، وارد عرصه های فرهنگ و اجتماع و هنر و اینا شوه، از یک طرف اینا رو تشویق میکنه و از طرف دیگه این برنامه ها سبب رشد ادبیات، شعر، موسیقی اینا میشه. تا زمانی که برنامه های فرهنگی گرفته نشوه، دایر نشوه، در واقع علاقمندا در بیخبری به سر میبره. وقتی که برنامه ها گرفته میشه، دیگه تعداد از جوانا که علاقه داره به فرهنگ و هنر و موسیقی اینا آگاه میشه، میاد در برنامه ها شرکت میکنه، استعدادها را شناسایی میکنه، ارتباطاتشان را تحکیم میکنه، که در عصر که ما شما زندگی مونیم، چیزی که خیلی مهمه ارتباطاته یا کمونیکیشن. کمونیکیشن در دیگه جا خب به عنوان یک رشته تخصصی تدریس میشه در دانشگاه ها، دیگه این خیلی مهمه. و این برنامه های فرهنگی، هنری اینا سبب میشه که ارتباطات جوانا با یک دیگرشون برقرار شوه، یا حداقل زمینی شوه برای ارتباط با تعداد از چهرهای فرهنگی بیرون از بامیان یا سر تا سر کشور یا حتی خارج از افغانستان، در بیرون اینا بتونه ارتباطاتشان را تأمین کنه. بله استاد، به نظر شما این برنامه هایی که جوانای بامیان میگیره، از جمله برنامه که امروز بود، برنامه چی تاثیر روی دیگر جوانای ولایت ها داره؟ این برنامه ها الگو میشه بلده دیگر ها، در صورتی که اونا بشنوه یا خبر شوه که در بامیان برنامه های فرهنگی، برنامه های هنری گرفته میشه، حداقل اونا تشویق میشه که شبیه برنامه هایی که در بامیان دایر میشه، شبیه از این برنامه ها رو اونا هم برگزار کنن، و اونا هم سبب تشویق یک تعداد از جوانای دیگه شوه، یا حداقل انگیزی شوه برای اینکه برنامه های شعری، هنری، ادبی را در سایر ولایات برگزار کنن. من پیشترم گفتم که خانه ادبیات بامیان به عنوان یک نهاد پیشگام در این قسمت که چند تا برنامه هنری رو دایر کرده، این نقش خیلی بسزایی داره برای تشویق و ترغیب سایر جوانان هنردوست در سر تا سر کشور و حتی در بیرون از کشور،
شما میبینید که ولایت بامیان مثل دیگه ولایت افغانستان نیست. در ولایت بامیان مثلا دخترها در کنار بچه ها در برنامه ها سهم میگیرن، برنامه ها که برگزار میشه حضور زنا و حضور مردا تقریبا مساویه، ولی در دیگه ولایت افغانستان رقمی نیست. در دیگه ولایت افغانستان اگر برنامه هنری گرفته شود تعداد زنا و تعداد دخترا خیلی حضورش کمه. به این اساس من فکر میکنم که این در واقع یک الگو میشه برای این که در سایر ولایت افغانستان مثل بامیان بیاید کنار هم جوانا بشینه، هنرنمایی کنه، شعر بخونه، مثلا داستان بخونه، برنامه های نمایش کوتاه اینا را اجرا کنه، تئاتر به اصطلاح تئاتر اجرا کنه، دیگه در سینما سهم بگیره، در مجموع در هنر مثلا دنبوره بنوازه، مثلا سایر ابزار موسیقی را یاد بگیره. دیگه من فکر میکنم که برنامه خیلی مهمه از این بابت برای تاثیرگذاری در قسمت تشویق سایر جوانها در کشور و حتی بیرون از کشور. استاد تشکر. میشه بگویی که فضای بامیان چقدر برای همچو برنامه های در آینده مناسبه؟ من فکر میکنم که فضای بامیان با توجه به همه رشد فعلی در آینده حتما خوبتر خواهد شد. ما برنامه های هنری و بخصوص شعر در سالهای گذشته هم داشتیم، حدود 3 سال را شما شاهد بودید که برنامه داشتیم، برنامه شعری. همین تعداد شعرهایی که فعلا حضور داره و یک تعداد شاید در ولایت دیگر رفته باشه برای تحصیل و اینا حضور داشتن. سه سال ما برنامه شعر متواتر داشتیم هر هفته، البته از طرف دپارتمنت زبان ادبیات دری دانشگاه بامیان برگزار میشد که تعداد از دانشجوی زبان ادبیات دری این برنامه را مدیریت میکرد و اتفاقا در کنار شعر مثلا موسیقی نواخته میشد، از جمله دنبوره نواخته میشد. با توجه به او وضعیت اگر در نظر بگیریم، مثلا 3 سال پیش را در نظر بگیریم و برنامه امروز را در نظر بگیریم، یا بین این برنامه امروز و برنامه های 3 سال پیش ما به اصطلاح قیاس کنیم، مقایسه کنیم اینا را، برنامه امروز خیلی برنامه پررنگ بود که حتی والی ولایت بامیان هم تشریف آورده بود با حضور استاد امری و تعداد از استادای دانشگاه بخش زبان ادبیات دری و 2 نفر از استادای دانشگاه غور بخش زبان ادبیات دری را هم مده اینجا دیدم. واقعا این فضای مناسب شده نسبت به 3 سال پیش و من فکر میکنم که در آینده هم چنانچه اگر همی برنامه هنری و فرهنگی به همین شکل جریان پیدا کنه و دایر شده و علاقمندای بیشتر پیدا میکنه و جوان ها بیشتر تشویق میشه، بیشتر ترغیب میشه، بیشتر کوشش میکنه که آنچه که مینویسه ای را ابراز کنه، برای دیگرها بگویه، برای دیگرها بخونه و کسی که در بخش های دیگری از هنر کار میکنه مثلا تئاترهای خود را به نمایش بگذاره. اگر کسی مثلا 2 نفری، 3 نفری، 4 نفری، 5 نفری به صورت گروهی یا به صورت انفرادی یا به صورت فردی اینا برنامه های هنری داره، از ترس نمیتونه مثلا در جای به نمایش بگذاره، حداقل این بستر برای آینده های بامیان در چند سال آینده فراهم خواهد شد. تشکر استاد. تا جایی که من خبر دارم خودتان هم شعر میگید گاه گاهی، اگر میشه یک 2 مصرع از شعر خود در دزمان و بیننده های عزیز دیکلمه کنید. و بعد از چند بازم بی نوا دل تپید و هی تپید تا انتها دل و آخر باز از دست من و تو شکایت کرد تا پیش خدا دل. به میدان دلم جنگ است حالا، نگاهت راه سالنگ است حالا، روزگان وجود بیقرارم پر از تریاق و از بنگ است حالا. به 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 استاد خیلی عالی، یک شعر قشنگ بخیم مرا حس گرفته که میخوایم که من شاعر شم. خیلی تشکر از اینکه وقت رو اختیار از من. خواهش میکنم. تشکر از شما. سلامت باش استاد. تشکر. بیننده های گرامی، حال هم میریم با تعدادی از جوان ها صحبت هایی داریم در این قسمت و در این بخش برنامه و در آخر هم ما موسیقی محلی داریم، حتما برنامه ما را بیننده باشید.
بیننده های عزیز، در کنار ما یکی از دختر خانم هاست که در برنامه نفس تازه کنیم اشتراک کردند و حال از اینا میپرسیم که این برنامه روی جوان ها چقدر تاثیر داره و همچنان شاعر است و علاقمند از این برنامه است. خب میش خود از ما معرفی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلیمه حسن زاده. ما میخواییم سخنان خود را با یک قطعه شعر شروع کنم. زمینا خوشگیر دور و بر من، زمینا خوشگیر دور و بر من، بگیر از بلگ تنباکو خبر من. آور آور مشم پیشی خنه تو، آور آور مشم پیشی خنه تو، آسمان آسمان نکو خدا دستر من. به 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 چقدر زیبا. به نظر از ما این همچین برنامه هایی برای از این که مثلا همچین نامش که هست نفسی تازه کنیم، برای از ما جوان ها بسیار این یک پوینت مثبت میتونه باشه، به خاطر از این که جوان های افغانستان خصوصا جوان های فعلی از ما کلن با مشکلات زیادی روبرو هستن و نیاز به تفریح و چی دارن، اما در افغانستان به خاطر از این مشکلات امنیتی هسته و نمیتونیم بیشتر برنامه ها رو داشته باشیم و همچنین برنامه های بسیار کمیاب و نایاب هستم که چی میشه اجرا میشه و این باعث از این میشه که ما بفهمیم که واقعا زندگی چی هست و یک معنای جدید از زندگی رو بفهمیم و یک نفسی رو واقعا از ته دل تازه بکنیم. خودت چه فکر میکنی؟ همچون برنامه هایی که در بامیان برگزار میشه، از جمله جشنواره های موسیقی و همچنان برنامه های ادبی، شعر شاعری و موسیقی محلی، روی دیگر جوان های ولایت چه تاثیر داره؟ ای که جوان ها، من خودم به عنوان یک جوان مثلا خود خود برتون میگم که اگر ما همچین برنامه هایی باشه بر روحیه و روان از ما بسیار تاثیر داره و من احساس زندگی کردن به یک معنای دیگر تجربه میکنم و این جشنواره باعث از این میشه که فرهنگ کهن مردم افغانستان اونا زنده بشن و این که مثلا ما جشنواره کچالو داریم، جشنواره رای ابروشم داریم، این جشنواره باعث از این میشه که مردم یک دفعه دیگه پرلی هم دیگه جمع شون و همچنان این که برای مردم خودش تشویق میشه تا اینکه مردم باید چند بیای از اون وقتهای در کهن که ما چی بودیم و خود ما را فراموش نکنیم. تشکر. میشه بگویی که ولایت بامیان، فضای ولایت بامیان برای بچه ها یا دختر خانوم ها چقدر باز است؟ یعنی بچه ها و دختر ها راحت گشته میتونن و همچنان در برنامه ها شرکت میتونن؟ خدا رو شکر در ولایت بامیان ما کدام مشکل امنیتی نداریم و یک ولایت امن هسته که دور که آری از هر گونه جنگ هسته و ای که زمینه برای رشد دختر خانم‌ها پسران بسیار زیاد هستم و ای کدام ممانعتی در ولایت بامیان وجود نداره که در نمانه که مثلا در برنامه ها اشتراک کنم. خیلی زیاد تشکر از اینکه وقت در اختیار از ما گذاشتین. سلامت باشین. تشکر از شما. بیننده های عزیز، ما هم میریم از مؤسس یا عضوی از این خانه ادبیات چند سوال در رابطه با امی خانه ادبیات داریم. برنامه ما باز بعد از این به پایان میرسه. شما موسیقی محلی را فراموش نکنید. بیننده های گرامی، حال هم در کنار ما مسعود کدیور، یکی از اعضای خانه ادبیات است. از اینا میپرسیم که به چه هدفی خانه ادبیات ایجاد کرده و برنامه های آیندهشان چی میباشد؟ ما در حقیقت خانه ادبیات را بر مبنای ضروریاتی که حس میکردیم ایجاد کردیم. ضرورت اول ای است که شاید متوجه باشین که اصلا شاعران بامیانی در تاریخ ادبیات افغانستان نقش نداشته. وقتی که تاریخ ادبیات افغانستان رو بخوانیم، هیچ شاعری، هیچ نویسنده یا رمان نویسی ما در تاریخ ادبیات افغانستان نمیبینیم. بنابراین جای شاعر بامیانی و نویسنده بامیانی در تاریخ ادبیات افغانستان خیلی خیلی خالی احساس میشد. بنابراین ما خواستیم که خانه ادبیات بامیان را ایجاد بکنیم و استعدادهایی که در بامیان هست اینها را دور هم جمع کنیم و محافل ادبی برگزار بکنیم، بالاخره کم کم کار بکنیم تا اینکه ما بتونیم همین نقش خود در عرصه ادبیات به صورت خوب و بهتر بازی بکنیم و سهم ادبیات یا سهم شعر و ادبیات بامیان را در تاریخ ادبیات افغانستان ادا بکنیم. تشکر. شما در این برنامه تان فوکس تان روی ادبیات و شعر شاعری است یا که موسیقی محلی را شما در این گنجاندید؟
ما در حقیقت وقتی که برنامه های خود میگیریم ما هیچ وقت نمیتونیم بدین موسیقی برنامه های خود بگیریم، چون موسیقی نصفی از برنامه های ما را شکل میتیه. بدون موسیقی ما نمیتونیم او شور هیجانی را ایجاد بکنیم که تنها با شعر ایجاد بکنیم. ما فقط با موسیقی میتونیم که شور هیجان، علاقمندی و یک برنامه خیلی تراوت بخش برای اشتراک کننده ها اجرا بکنیم. بله، قرار که در برنامه دیدیم شما فکر کنم شاعر هم هستین و شعرهای خیلی خوب میسراین در بامیان، یکی از شاعرهای خیلی خوب هستین در بامیان، میشه که یک پارچه شعرتان برای از ما و برای بیننده کمک کنید؟ تشکر، شما لطف دارین. آره، تنها و گیج و منگ نبود شما را قدم زده، آنقدر بی کس است که حال خدا را به هم زده، سر را نهاده است به بازوی خاطرات، با بغض در گلو و دوتا چشم غم زده، رقص دو چشم مست به آهنگ بندری، یک شهر بیقراری برایش رقم زده، محزون و مستریب و گرفتار کابوس است، ویران و تکه پاره چو کابول غم زده، ویران و تکه پاره چه کابول غم زده. تشکر. تشکر، خیلی زیاد تشکر از اینکه وقت کرد اختیارمی. سلامت باشید. بیننده های گرامی، این بود برنامه ما، امیدوارم که مورد پسند و علاقه شما قرار گرفته باشه. اما یادتان نره در اخیر برنامه ما موسیقی محلی داریم، حتما بیننده باشین تا برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. خداوند یار و نگهدارتان. Yeah.